سلام خدمت رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنده ابوالفضل برزگر هستم و با 21مین جلسه آموزشی از دوره ASP در دادنت 6 در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، توی این جلسه میخوایم یه تم رو به قالب اپلیکیشنمون، به فرانتندمون اضافه کنیم تا حالا اپلیکیشنمون یه مقدار زیباتر بشه. از تم بوتسواچ استفاده میکنیم که یه سری تم های رایگان برای بوتسترپ هست، همین بوتسترپی که توی جلسه پیش ازش استفاده کردیم. من از قالب کوارتزش میخوام استفاده کنم. دانلود میکنم bootstrap.css رو به این شکل، بکنم دانلود شد برامون اگه اشتباه نکنم. آره دیگه، باید بیاری. آره برامون دانلود شده. بذارید آره همینجا اوپنش کنم و نوت پد اوپنش میکنی. فایل css. خب اینجا کدایی که اینجا رو هست و کنترل آ همش رو انتخاب میکنیم و با کنترل سی کپیشون میکنیم. به اپلیکیشنمون برگردیم، توی فایل css مون یه فایل جدید اضافه میکنیم، add new item، از نوع استایل شیت باید باشه. بله از نوع استایل شیت میخواییم باشه و اسمشو مثلا میذاریم bootswatch. بله bootswatch کفایت میکنه. اد رو میزنم که برامون اضافه بشه. اینجا کدایی که دانلود کردیم رو پیست میکنیم به این شکل. خب حالا به سایت میایم و توی سایت .css چیز خاصی نداریم که بخوایم حالا پاکش کنیم یا کم و زیادش کنیم به این شکله. خب دوستان، الان به جای bootstrap باید از bootswatch استفاده کنیم. برای این کار دوستان باید به لیوت اپلیکیشنمون بیایم و اینجا که bootstrap رو داریم، فایل bootstrap رو داریم، به جاش بیایم از bootswatch استفاده کنیم. خب من همینو پاک میکنم. باید به فایل های css مون بریم و بعد به bootswatch بریم. خب بذارید اپلیکیشن رو اجرا کنیم ببینیم که به چه نتیجه رسیدیم. تا اپلیکیشن اجرا میشه من ویدیو رو پوز کنم. خب دوستان، به درستی بهمون اعمال شد، برامون اعمال شد، ولی این نواره رو باید بیایم و حالا درستش کنیم. به خود bootswatch میایم، بیایم ببینیم که روی پریویو میزنم تو همین قالب کوارتز. دوستان هر قالبی که خواستید میتونید بقیه قالبا رو هم ببینید. حالا قالب های خوشگل زیادی رو داره، ولی به نظر من این کوارتز ها از همش خوشگل تر اومد. حالا شما میتونید از هر کدومش که خواستید استفاده کنید. ما نوارمون رو میخوایم حالا صورتی داشته باشیم، خوشگل تر. رو کدش کلیک میکنم و کدش رو کپی میکنم. به لیوتمون بریم که کدش رو اضافه کنیم. آره اینجا بریم ببینیم که به چه شکله. روی هات ریلود میزنم، به اپلیکیشنمون میام، رفرش میکنم. باید برامون اعمال میشد، مثل اینکه اعمال نشده. خب اشکال نداره، اپلیکیشن رو متوقف میکنیم. بذارید تغییراتمون رو توی نواری که اینجا قرار دادیم اعمال کنیم. در ابتدا هوم رو داریم، این تگ رو نمیخوایم، تگ هوم خودش رو نمیخوایم. تگ ای هوم خودمون رو که توی نوار داریم
آره همینه، فکر کنم همینه دیگه. آره اینه، اینو میایم کپی میکنیم و براش قرار میدیم. به جای هوم هم بهتره بنویسیم، حالا فارسیش میشه صفحه اصلی یا مثلا خانه، بهتره بنویسیم صفحه اصلی که اکشن ایندکسمون توی کنترلر هوممون میره و همینطور به کاتگوریز نیاز داریم. این تگ A رو کپی میکنم و به جای این تگ A یعنی به جای فیچرز قرار میدم. این از بقیه تگای A هم لازم نداریم، پاکشون میکنیم. این حالا دراپ داونی هم که داریم رو فعلا کامنتش میکنیم، شاید توی ادامه خواستیم ازش استفاده کنیم. این هم که حالا فرم سرچمونه، فعلا کاری باش نداریم، بذاریم باشه خوشگلتره و به این شکل دیگه. خوبه همین، فقط به جای کاتگوریز بنویسیم دستبندی ها. یه بار دیگه اپلیکیشنمون رو اجرا کنیم. خب پوز میکنم ویدیو. خب برامون اجرا شد، چند تا مشکل داره. اول که این سرچ رو باید بکنیم جستجو، دوم که حالا به جای نوار بیایم این صفحه اصلی رو قرار بدیم و سوم هم که این نوار پایینی رو دیگه نیاز نداریم بیایم و پاکش کنیم. خب بیایم این کارا رو انجام بدیم. اول که نوار پایینی رو دیگه نیاز نداریم، پاکش میکنم به این شکل. حالا به جای پلیس هولدر اینپوتمون میذاریم جستجو. چی شد؟ آره کنترل سی و اینجا هم به همین شکل توی باتونم. خب این از این مورد. حالا دوستان این تگ A رو ما میایم توی اینجا قرار میدیم. اینو من کاتش میکنم کنترل ایکس و توی اینجا قرار میدیم کنترل وی. بله و اینو هم دیگه حالا نیاز فعلا بهش نداریم. این از این مورد، فکر کنم دیگه الان باید درست شده باشه. هات ریلود رو میزنیم بریم که اپلیکیشنمون رو یه رفرش کنیم ببینیم چه بلای سرش رو بردیم. چرا هات ریلود برامون کار نمیکنه؟ چشه؟ آره ریبیل کنن اپلای چنجز. خب تا حالا این دوباره اجرا بشه، فکر کنم اجرا شد دیگه، صبر کنیم تا اجرا بشه. بله ببینید دوستان این نوارمون به درستی برامون ایجاد شده، صفحه اصلی، دستبندی ها به این شکل، تممون به درستی برامون اعمال شده. چرا به دستبندی ها نمیره؟ بله ببینید چقدر قشنگ شده این تیبلمون. و حالا توی جلسه آینده، البته دوستان اینا تکستشون دار که بهتره که بیایم و تکست دارک رو ازشون برداریم. کوش آره ایناش، این تکست دارک رو از صفحه اصلی برمیداریم، همینطور از اینجا هم برمیداریم. یه بار دیگه هارت ریلود رو بزنه ببینیم واقعا نمیخواد برامون کار کنه. نه مثل اینکه نمیخواد. بذارید باز اجرا میگیرم. کار کرد دوستان. خب ببینید حالا یه مقدار زیباتر قرار گرفت برای ما به این شکل. خب دوستان توی جلسه آینده منتظرتون هستم. اینم از اضافه کردن قالب به اضافه کردن تمپلیت به قالبه.